اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له و علا ذالک. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین شایعت و باید و تابعت الى قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائی علیکم منی جميعا. سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين أصحاب الحسين وأخ الحسين عباس وأختي زينب الكبرى. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله و اهل بیتش و اصحاب با وفاش. ما این چند شب با عنوان ظرفیت تمدن سازی عاشورا خدمت شما هستم و من مقدمه این بحث رو، یعنی یک بحثی داشتم در همین روایت عهد گذشته با عنوان بررسی اسناد بین المللی، روند تصویب اسناد بین المللی، یک بخشش رو خیلی گذرا سریع رد شدم، اونجا تاریخچه گفتم. این چند شبی که خدمت شما هستیم رو باز میکنم. خیلی بحث مهم و جالب و شاید تا حدودی حتی جدیده و گفتمان سازه، یعنی نجات بخشه. خدمت شما عرض بشم که از بررسی آیات و روایات اینطور برمیاد که هدف خدا این نیستش که یک نفر یه گوشه خدا رو پرستش کنه، چون از این جهت همیشه علمای هستن دارن این کارو میکنن. اگه کل کره زمین هم کفر و شرک و کثافت و فسق و فجور و نفاق بگیره، همیشه امام زمانی و حجت خدایی هست که داره عبادت میکنه. این هدف خدا نیست. هدف خدا عبادت جمعیه، یعنی فرهنگ الهی بر کل زمین گسترش پیدا بکنه. این هدف الهی و جوری گسترش پیدا بکنه که نشه برگردوندش، یعنی دیگه شیطان نتونه کاری ازش بر نیاد، نتونه کاری انجام بده. عکس اینو ما در طول تاریخ داشتیم. یک جایی فرهنگ شیطان و حکومت شیطان چنان مستولی شده، چنان حاکم شده بوده که در قرآن اشاره میکنه که چنان پررنگ شده بوده که دیگه امیدی نبوده مؤمنی به دنیا بیاد. یعنی اون بچه که به دنیا می اومده، چون فرهنگ حاکم از صفر تا صد فرهنگ شیطان شده بود، امیدی نبود این بچه مؤمن بشه. یعنی سیستم آموزشیشون، همه چیشون، اون بچه که تو اون فرهنگ بزرگ میشد و ازش کافر میساخت. میگه حضرت نوح عرضه داشت خدمت خداوند متعال و قال نوح رب لا تذر علل ارض من الكافرين ديارا، گو یه نفر از اینا نذار رو زمین بمونه از کفار. اینو تو سخنرانی از کشتی نوح تا کشتی حسین مفصل صحبت کردیم. انک به راستی شما توی خدا انتظرهم، اگر ولشون بکنی اینها رو، یذلوا عبادک، اینا اصلا یک جماعتی شدن خودشون که گمراهن، چی بقیه رو هم گمراه میکنن. ولا یلدو الا فاجرن کفارا، و اینا اصلا یه موجوداتی شدن که دیگه نمیزان الا کافر و فاجر. یعنی چنان شیطان حاکم شده تو این جامعه، هر بچه اصلا اینا به دنیا میاد کافر به دنیا میاد دیگه. تو فرهنگ اینا هر بچه بخواد بزرگ بشه کافر میشه. الان شما هر بچه که بلند شو برای بچه کافری از یه کشور اروپایی برده به تو بزرگش بخواه مسلمونش میکنی دیگه، درسته؟ شیعه میشه دیگه. میگه یه کاری کردن چنان مؤمنین در انزوان، چنان این ظلمت دنیا رو گرفته، اصلا دیگه بچه از اینا به دنیا میده لنگه کافر بشه. حضرت نوح با اون همه تبلیغ 80 نفر بیشتر نتونست جمع بکنه. حتی در برخی از منابع 8 نفر اومده. اون کشتی بیشترش حیوانا پر کردن تا آدم ها. در آخر الزمان و یعنی اینطور بگیم در آخر الزمان شبه اون اتفاق میفته.
یعنی چنان این ظلم و جور دنیا رو میگیره که مؤمنین باید برن تو پناهگاه. میگه مؤمن مثل یه روباهی میشه که بچهشو برمیداره از این لونه به اون لونه میبره، نگران بچهشه. میگه بچه چطور میخواد بزرگ بشه؟ هی مدرسهشو عوض میکنه، هی محله عوض میکنه، هی خونه عوض میکنه. میگه چیکار کنم این تحت این تربیت قرار، هی جامعه رو میبینه میترسه. میگه مؤمن اینجوری میشه، یعنی دوباره پناهگاه میگردن، انگار که مثلا هواپیما یه چیزی حمله کرده، انگار آژیر خطر زدن، دوباره پناهگاه میگردن. و در ظهور عکس این میشه، چنان حکومت الهی ساری و جاری میشه که به دنیا نمیارن الا مؤمنن. یعنی فرهنگ ایمانی میشه، اون بچه تو ساختار ایمانی رشد میکنه، مؤمن میشه. باید بگردی اون لامه ها یه دونه منافق پیدا بکنی، اونم جرأت نمیکنه کافر باشه، منافقه، یعنی مجبور عدای مؤمنین رو در بیاره. و چنان ساختارها درست شده، دقت بکن، منافقم کار زیادی ازش بر نمیاد، هیچ کار. یعنی الان شما مثلا یک نفر، عذر میخوام بلو نسبت جمع حاضر، مثلا یک نفر بلو مثلا دزد بین ما باشه، اگر اینجوری باشه که موقع رفتن بیرون رفتن همه رو بگردن، دقیقاً بگردن، تو خیالت راحت هیچ کی دزدی نمیکنه. ولو طرف ته دلش دزدی دوست داره، اما دیگه نمیتونه. اصلا قضاوت ها باطنی میشه، یعنی عکس اون ماجرا شکل میگیره. ما الان برای همین داریم به سمت تمدن اسلام، موضوع بحثمون اینه دیگه. این تو ظهور چه اتفاق، چیکار باید بکنیم که زودتر برسیم به اون فضا؟ چیکار کنیم تو اون دورایی که ظلم و جور دنیا رو میگیره ما تو پناهگاه سالم بمونیم، زن و بچه‌مون تو پناهگاه سالم بمونن؟ نه خودم که نمیگم، آیا روایت سختی زیادی هم داریم مسیر. امام تو بخشی از پیام امام به زائران حج مراسم براءت از مشرکین 6 مرداد 1366 همون سالی هم هست که چیه؟ اینا رو به خاک و خون میکشن دیگه، سال 66. خوب دقت میکنید، میگه این دلیل نمیشه ما ساکت بشینیم. آیا باید در خانه ها نشست و با تحلیل های غلط و اهانت به مقام و منزلت انسان ها و القای روحیه ناتوانی و عجز در مسلمانان عملا شیطان و شیطان زادگان را تحمل کرد؟ یا باشید یه کاری بکنی و جامعه را از وصول به خلوص که غایت کمال و نهایت آمال است من کرد؟ یا همه آرزو دارم به این برسیم، خالص بشیم، ما بشیم ساکت بشیم، حالا چون توی عصر تاریکی غیبت زمان امام داره این حرف رو میزنه که دنیا رو فساد گرفته و صهیونیسم جهانی بر دنیا حاکم شده، فقط یک جا مونده که برخلاف اونجا اتفاق افتادنم ایران یه انقلابی شکل گرفته. حالا بیشتر باز میکنم، عاشق این انقلاب اسلامی میشید و نفرت پیدا میکنید از کسانی که دارن مردم رو نسبت به انقلاب اسلامی بیزار میکنن، چه آمدانه و آلمانه، چه از سر جهل، فرقی نمیکنه، نتیجه کارشون یکیه. آیا باید تصور کرد که مبارزه انبیا با بت و بت‌پرست‌ها منحصر به سنگ و چوب‌های بیجان بوده است؟ و نعوذ بالله پیامبرانی همچون ابراهیم در شکستن بت‌ها پیش قدم و اما در مصاف با ستمگران صحنه مبارزه را ترک کردند؟ میگه فکر کردی شما حضرت ابراهیم رو چی فهمیدی؟ فکر همین کارش بود، میگه 4 تا بت سنگی بشکنه خداحافظ، این بت‌های سنگی رو شکوندن که همون اول بعثتش بود، تمام شد رفت، اصل کاراش مونده. اصلا حضرت ابراهیم مأمور به اینه که توی جامعه زمانی حضرت ابراهیم میاد یه دونه مؤمن پیدا نمیکنه اونجا، شما یه تنش چراغ روشن میکنه، وای میسته پاکار، اول از بتای سنگیش عادی شروع میکنه شکوندن، بعد میشه چی؟ پدر ادیان، ابول پدر دین میشه. خدا مأموریت بهش میده برو به لولای سه قاره، جایی که 3 قاره به هم میپیوندن، کجاست؟ اروپا و آفریقا و آسیا، فلسطین. میگه برو اونجا علمو بردار. میاد اونجا و ادیان الهی شکل میگیره.
یهودیت، مسیحیت، اسلام، و شیطان شروع میکنه تحریف کردن. خدا از حضرت ابراهیم به عنوان شجره مبارکه در قرآن یاد کرده، میگه او یک شجره درست کرد، یعنی نوری رو درست کرد که دیگه روشنایی رو درست کرد. همینطور ادامه پیدا میکنه. یه شما چی فکر کردیم؟ بعد فکر کردیم حضرت ابراهیم را با 4 مجسمه جنگید، اصل ستمگران رو ول کرد؟ حالان که تمام بت شکنی ها و مبارزات و جنگ های حضرت ابراهیم با نمرودیان و ماه و خورشید و ستاره پرستان میگن چی نبوده، نه اول ماجرا بوده، مقدمه یک هجرت بزرگ. و همه آن هجرت ها و تحمل سختی ها و سکونت در وادی غیر زیزر توی منطقه لمیزرعی بایری و ساختن بیت مکه رو میفرمان و فدیه اسماعیل، ماجرای قربانی کردن اسماعیل، مقدمه بعثت و رسالتی است که در آن ختم پیام‌آوران سخن اولین و آخرین بانیان و مؤسسان کعبه را تکرار می‌کنند و رسالت ابدی خود را با کلام ابدی انی بری ام ما تجوش بکن، من بریم از آنچه که شما شرک قرار میده در مقابل خدا، از شریک‌هایی که می‌سازید اعلام می‌کنم، سوره انعام آیه 70ش، که اگر غیر از این تحلیل و تفسیری ارائه دهیم اصلا در زمان معاصر بت و بت پرستی وجود ندارد. میگه دنبال بت سنگی بسم الله نیست، تموم شده، خدافظ. و فکر کردی شیطان هم انقدر احمق دوباره میاد سراغ بت سنگی ها؟ اینجا رگان چی میگه ما؟ راستی کدام انسان عاقلی است که بت پرستی جدید و مدرن را در شکلها و افسونها و ترفندهای ویژه خود نشناخته باشد و سلطه‌ای که بتخانه هایی چون کاخ سیاه، تنه ما به کاخ سفیده، وایت هاوز آمریکایی هست، و بر ممالک اسلامی و خون و ناموس مسلمین و جهان سوم پیدا کردن خبر نداشت داشت. میگه فکر انقدر احمق شیطان دوباره بیاد لات و هبل و عزا و اینا درست بکنه، بت بعل درست کنه، بت عشیر درست کنه، تمام شد. اون فهمید اونا زمان ابراهیم و نهایتاً از سلیمان اینا رسوا شدن رفتن. الان بت‌های جدید داره، الان آدم می‌سازه، الان یه کاری می‌کنه بت تو میشه خودت. میگه حالا پایه هستید با اینا به جنگی؟ امام با هدف قرار دادن و تارگت کردن کاخ سفید میرسونه که مفهوم صهیونیسم جهانیه. میگه بت جدیدونه و خودش رو به عنوان ابراهیم زمانه خودش برای شکستن اون معرفی میکنه. میگه براءت از مشرکین رفتید اونجا چیکار کنید؟ برید دور خونه کعبه بچرخید. میگه خب الان که دیگه مشرکی نیستش که، حالا تمام 1400 سال ابوجهل و ابولهب و اینا تموم شدن رفتن، الان تو دیگه بتی نیست هستن. خب ولش کن، چی هستین براءت از مشرکین؟ اما میگه کعبه رو پاکسازی کردی، حالا بیا کاخ سیاه هم پاکسازی کن. هدف مشخص میکنه. پس شیطان چیکار داره میکنه؟ شیطان دنبال برنامه ریزی که جز کافر دیگه نذاره، یعنی دیگه امکان ظهور از بین بره. به کی میخواد پاکارو وایسته؟ مؤمنه به دنیا نمیاد، همه شون تحت تربیت منن. هم برای این که بتونه این کارو بکنه، شیطان یه نفره کار نمیکنه، میشینه برنامه ریزی میکنه، پلن داره، تحریزی میکنه، ساختار میسازه، شبکه سازی میکنه. جالب شما بگم این داستان در قالب یک هشپای رو فرض کنید که یکی از بازوهاش در قالب سازمان ملل زد بیرون. کشورهای پیروز جنگ جهانی گفتن ما یه استعمار فرانوین باید درست کنیم در قالب قوانینی که تو سازمان ملل خودمون درست میکنیم. اینا از این وقت کنترل و تربیت خواهند شد و هیچ شکی نکنید این اتفاق خواهد افتاد. از نظر اینا اونا نظرشون برمید. از 4 قبل از انقلاب ما شروع کردن، ایران توی طرح بود، ایران جز یکی از کشورهای پایلوت بود، تا الان ادامه داره. همین الان که دارم صحبت میکنم هنوز ایران تو برخی از طرح های ناست، یعنی حکومت عوض شده اما اون طرح مونده. رسیدن در اوایل قرن جدید به MDGS،
میلینیوم دیولوپمنت گولز، سند توسعه هزاره، اهداف، گولز یعنی اهداف دیگه، اهداف توسعه هزاره. بعد اومدن اونا تصحیح کردن، گفتن یعنی طبق این سند یه اساسنامه اینا داشتن برای دنیا می نوشتن این صهیونیستا، که با این اساسنامه تمام کشورهای دنیا مدیریت بشن، توسطی که توسط خودشون. تو بچه‌ت میخوای آموزش بدی، من بهت میگم چجوری آموزش بدی، من میگم کدوم کتاب، من میگم کدوم معلم، چه جوری اون فلان درس رو به بچه‌ت بده. بچه تو چی میخواد بشه؟ همونی که اونا میخواد. اجرا کردن تا 2015، تمام از 2000 دو سال تمام کشورها رو سازمان ملل مجبور کرد بدون امضا کنه. ما هم امضا کردیم. نیست از آقایین اصلا نمیفهمده چی رو داشتن امضا میکردن. بعد تا سال 2015 اومدن سند نهایی رو دادن بیرون، MDGS شد SDGS. تو این sustainable یعنی پایدار شد، اون میلینیوم شد پایدار، sustainable develop goals، development goals، سند توسعه پایدار، همون دیش همون develop میشه. 16 یه هدف اصلی داشت سند توسعه پایدارش، قانون اساسی کره زمین، و قرار شد تا 15 سال بعدش کل کشورها دیگه اجرا کرده باشن. 2015 شروع کنی 15 سال بعد بخوان اجرا کنن میشه چی؟ 20. انقدر سند 20 سند 20 میشنوی فقط فکر میکنی چیزه، یه بحث جنسی میخوان به بچه‌ها یاد بدن. به خدا این 1000 ماجراست. من چون اینو توی اون ماجرا تو چیز توصیف کردم تو روایت عهد، اینو بازش نمیخوام بکنم، فقط یه خورده سرفصلش اینجا امشب میخونم که تو این چند شب آینده بفهمیم تو چه فضایی این نبرد آغاز شده. این هدف 16 تا محور داره و یک محور 17 که محور پارتنرشیپ یا همکاری برای محقق شدن 16 تا هدف قبلی. اون 16 تا محور 169 تا ریز هدف داره، یعنی 16 تا ریز میشه 169 تا، میشه 2083 تا مؤلفه. تا آب خوردن تو کار داره. میگه اینجوری که من میگم باید آب بخوری، اینجوری که من میگم باید ازدواج کنی، اینجوری که من میگم باید درس بخونی، اینجوری که من میگم باید بمیری، و اینجوری که من میگم باید خاک شی، و اینجوری که من میگم باید مراسم برات بگیرم. کلی زور زد شیطان برسه به این مرحله. آخر زمان میگه ظلمت میگیره دنیا رو. ملعت ظلمن و جوره یعنی چی؟ این سند SDGS در واقع قانون اساسی سلطه بر دنیا شد. و چرا این کشورها قبول میکردن؟ چون با ادبیات خونسا میامد وسط، از چیزایی میگفت که تو دوست داری. شیطان چیکار میکنه؟ امیرالمومنین فرمود یه مش از حق میگیره مش از باطل میگیره، با هم قاطی میکنه. فیمز جان نمیتونه تشخیص بده. من این 17 تا سند 17 تا محور است، 16 تا محور اون 17 اون براتون میخونم ببین چه حرف خوبیه. نو پاورتی، فقر نباشه، رفع فقر، میگم میخوام فقیر رو زمین نباشه. زیرو هانگر، گرسنگی صفر بشه، سند دومش، محور دوم. گود هلث اند ویل بینگ، خوب سلامتی، خوب سلامتی و تندرستی و خوب بودن، سلامت بودن. کوالیتی ادویکیشن، آموزش عالی، چی بدش بیاد؟ اینه که همه چیز خوبی بود که. جندر کوالیتی، برابری جنسیتی. چرا فرق میذارد بین زن و مرد؟ کلین واتر اند سانیتیشن، آب تمیز و بهداشتی. خیلی خوبه دیگه آقا، میخوام به همه آب تمیز و بهداشتی برسونیم. آقا نو پاورتی، فقر دیگه نباید باشه. الان شروع کردن دیگه، این هنرپیشه‌ها و این هالیوودی‌ها رو دارن میفرستن تو آفریقا، جلو مردم آفریقا حشره خاری میکنن. آنجلینا جولی فرستاده میگه برو حشره خاری کن، میگه به جای این کارا روش تولید غذای هلند رو به ما یاد بده، ما 100 برابر نیازمون بلدیم، صنعت کشاورزی هلند و دامداری شما بده، ما خودمون بلدیم.
میگن اگه دنیا یاد بگیره مدل هلند در تولید غذا رو، به 45 میلیارد نفر میشه غذا داد. میگه نه، تو سوسک خوردن رو یاد بگیر، بیشتر از این انتظار ازت نداریم. رفع فقرشون هم یعنی این تازه، یعنی خود شیطان حاکمیت پیدا کنه. affordable and clean energy، انرژی مقرون به صرفه و پاک به همه برسون. مقرون به صرفه، بی ارزش، گرون نباشه و پاک باشه، آلوده نکنه دنیا رو. decent work and economic growth، کار خوب و رشد اقتصادی، همه کار شایسته داشته باشن، رشد اقتصادی خوب داشته باشن. نهمیش industry innovation and infrastructure، نوآوری و زیرساخت صنعت. reduce inequalities، کاهش نابرابری ها. یه دونه چیز بد تو الان شنیدی؟ اما مثلا تو همون نوپاورتیش وقتی میری رفع فقر، میگه فقر یعنی چی؟ فقر یعنی این که تو اصلا ندونی چه حقوقی داری. این تعریف ما از فقره. اونو ولش کن، پول تو جیبت داری یا نه. نه، میگه خب این که ندونی چه حقایی داری، تو نمیتونی درست انتخاب کنی. میگه چه حرف خوبی. خب حالا من چه حقایی دارم؟ میگه بیا تو بهت بگم. یه حقوق من چیه؟ میگه بدون. آقا تو بحث خانواده، دفاع از خانواده، شدید دفاع از خانواده، خب خیلی خوبه. منتها جسارتا تعریف ما از خانواده فرق داره. چه تعریفه؟ میگه من، وومن. مرد مرد، مرد زن، زن زن. میگه خانواده است. اوملوت. میره بچه داره میشم، گیبی نداره، میره یتیم خونه بچه بنده این موضوع همجنس بزار. حق هم ندارید یک نفرتون به اینا دست بزنید. باید تو کشوراتون هم قوانین تصویب بکنه که از اینا حمایت کنه. کشور توسعه یافته معیارای داره، 2080 خورده معیار بود، درست شد؟ یکیش ایناست. الان میگه آقا فلان کشور اروپایی توسعه یافته است، میگه چیه؟ میگه ازدواج همجنس بازار رو قانونی اعلام کرده. متوجه چی شد؟ و اینه قرار تو کل دنیا اتفاق بیفته، از جمله کشور اسلامی. میگه من فرهنگتون رو دست میگیرم، آموزشتون رو دست میگیرم. ادامه میده sustainable cities and communities، شهرها و جامعه های پایدار، شهرهای پایدار. یه نشه یه خوش سالم از شهر رو خالی کنی بره، نه بمونه. دوازدهمیش responsible conception and production، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه. climate action، اقدامات آب و هوایی. آقا آب و ببین یعنی از زمینت کار دارن تا ته اقیانوست، اقدامات آب و هوایی باید شکل بگیره. همه باد، بارون، طوفان، همه اینا رو ما باید لحاظ بکنیم. life below water، زندگی زیر آب، تو اقیانوس ها هم باید رصد کنیم. life on land، زندگی بیرون، روی زمین هم ما باید رصد کنیم. peace and justice، strong institutions، صلح و عدالت، مؤسسات قوی برای برقراری صلح و عدالت. و 17 میگه partnership for the goals، همکاری جهانی باید انجام بدی که همین اهداف برسه، باید انجام بدی. این 17 میشه که این 17 تا رو آوردن تو 8 تا سند گذاشتن. یکیش رو سند رفع فقر که مورد 1 و 2 و 3، یکیش مریدا هدف 17 که سند قضاییه، FATFی که الان ما اینا همه رو ما تصویب کردیم. ما بهتون بگم اینا الحمدلله همش میرفته دولت‌های ما، تو همه دولت‌ها فکر اصلا نمی‌فهمیدن چی هست، میرفتن امضا می‌کردن، بعد میرفته مجلس مجلس تصویب کنه. مجلس هم الحمدلله به حول قوه الهی با رأی بالا 170 تا 180 تا تصویب می‌کرده، میرفته کجا؟ شورای نگهبان بر مبنای اون دینشناسی که داده تشخیص میداده که بابا این با قاعده نفی سبیل در تضاده، میگه کلا میریم زیر بلیط اینا، این چه جور خان رد میکرده، میفرستاده مجلس. مجلس میگفته من که نمیتونم تغییرش بدم، من قانون تدوین که نکردم خودم، که من اینو برداشتم از خارجی ترجمه کردم، نامه‌نگاری ها هست بین رئیس مجلس و
بعد زمانی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش میاد هیچ کدام کوتاه نمیاد، میره کجا؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع میداده کجا؟ اینجاش دقت کن، مرکز تحقیقاتش بررسی کنه. 6 ماه 7 ماه میگذشته و ایشون میفرمودن که خوبه، میومده تصویب میشه. مثلا ما الان سند مریدا رو امضا کردیم. سند مریدا میگه چی؟ میگه میگه همه اینا رو باید انجام بده، اگه انجام ندی پوستتو میکنم. بچه مریدا میشه FATF که نمه ده واسه نوست کشور. ما باباها رو قبول کردیم، ننه رو قبول کردیم، میگیم بچه مال کیه؟ میخوام بفهمید چه خبره، بفهمید چه خبره. نه جای دیگه گیرت نمیاد ها، خوب دقت کن. نه جرعتی شدن راجب اینا حرف بزنن، نه رفتن کار کردن. حتی طرف نه تو مجلس FATF رو هم تو تلفظ بکنه، FTTFF میکرد. من دیدم و اون میخواد بیو بفهم اصلا FATF مال چیه؟ FATF یک جزئه، پالرمو یه جزئه، اینا همش مال زیر گروه مریدان. بعد سند سوم ببین بچه شد، میگه بیا رفع فقر. فقر گفتیم فقط گرسنگی چی اینجا؟ نیست، فقر فرهنگی، فقر سیاسی، فقر چی؟ همه اینا رو لحاظ میکنه. بعد میگه ببین اگه انجام ندی پوستتو میکنن، میشه سند مریدا که امضاش کردی. بعد شما می اعتراض میکنی، میگه آقا من نمیتونم امضا کنم. میگه چرا؟ میگه جامعه من قبول نمیکنه. ایران هم نیستی ها، هندی، چینی، خانواده برات مهمه. میگم چجوری به مردم بگم مرد مرد با هم ازدواج کنن؟ آخه تو همین چین منو دارم میزنن. میگه آب باری کلا، سند سوم که شما اسمشو شنیدی BC، این EBCه، به کل اینم میگن BC. مهمترین بخشش ای یعنی ادوکیشن، یعنی آموزش، آموزش BC. اونم میاره میگه عزیز من ایرادی نداره، این پک آموزشی ما رو برو تو مملکتت انجام بده، هیچ کی صداش در نمیاد، خیلی داره تضمینی. مثلا چی؟ میگه آقا جوامع دارن تروریست پروری میکنن، جوامع اسلامی، اینا باید شهادت حذف بشه، باید جهاد حذف بشه، باید شهید حذف بشه. حق نداری بچه زیر 19 سال بفرستی جنگ، رفتی حقوق کودک امضا کردی. متوجه چی شو؟ بعد یهی برمیگردی نگاه میکنی، میری توی مزار شهدا، میبینی 17 18. حسین فهمیده کجا دیگه جا داره؟ حسین فهمیده 13 ساله جایی نداره، بنام محمودی 13 ساله دیگه جایی نداره، و حسین فهمیده باید حذف شه. بچه دستان که نباید بشنسش. پاینده باشی ای خاک ایران، در هر کجایت خون شهیدانش، همون یه مصرهاش باید حذف شه که حذف شد. ما پیام یکی از مدیران مدارس منطقه 17 بود 18 بود گذاشتیم در کانالمون، مدیر زنگ زده میگه از بازرسی اومدن مدرسه‌مون، برگشتن گفتن که دیگه نبینیم عکس شهید و اینجا شده اینجا استفاده کنی، عکس شهید، عکس سرباز با اسلحه، عکس قاسم سلیمانی. بعد تو جمهوری اسلامی حق نداری اینو برات بگم، میفهمی امام حسین میشه پناهگاه؟ میفهمی تنها جایی که تو این هیمنه ظلمت میتونی دست بندازی تنابو بگیری فقط این امام حسینه؟ چرا؟ چون همه اینا میریزه به هم. یه بچه زیر 19 سال نباید بره جنگ، بعد تو همش داری روزه عبدالله و قاسم میشنوی، میخوا چی کار کنی؟ تا حالا امام حسین این شکلی تعریف نشده بود برات. امام حسینی که الان تو 2018 کارایی داره برنده تر از همیشه، رگ گردن اینا رو داره میزنه، و این امام حسین خطرناکه. به والله اگه با امام حسین سال 61 هجری اینا کاری داشته باشه هیچ مشکلی ندارن. سرکار خانم ملکه پول قیمه هیئتت هم میده، برو بزن تو سرکلت، انقدر بزن سرکلت جونت در، انقدر قمه بزن خونه تموش، اصلا کاری ندارن، اصلا تلویزیونشون نشون هم میده. بیا تو این زمین ها از فردا زمین و زمان فوش میخوری. همون دلایل حملات رسانه‌ای که علی حقیر وجود داره چیه؟ گفتن این حرفاست. وگرنه بحث‌های سیاسی میاسی فراوان توی مملکت، دقت کردی؟ همشون هم هر روز تو تلویزیون هم، فقط ما نباید باشه، اینا ماجراست. اون کسی که نفوذ هم داره میدونه داره چیکار میکنه دیگه، ولی کار کردی اینا جواب بگیره.
بعد سند مناریده، پایش و آمایش سرزمینیه. باید بدونم شما چند تا معدن دارید، باید بدونم آبهای زیرزمینیتون کجاست، چند تا چاه عمیق دارید، همه اینا رو باید بدونم. تو رفع نابرابری جنسیتی سرکار خانم ملاوردی تمام آمارهای زنان بد سرپرست و بی سرپرست ما رو همه رو تقدیم کردن به سازمان ملل. یعنی اونا میدونن الان تو شیراز تو فسا شما مثلا 15 تا زن بد سرپرست دارید که یکی شوهرش معتاد، اون یکی قاتل افتاده زندان، همه رو دارن با ریز اطلاعات. سرکار خانم دکتر روح‌افزا اولین بار اومد اینو، همسر شهید حاتمی، موشکی ما که توی منا شهیدش کردن، ایشون اومد برای اولین بار اینو لو داد. بعد بردنش یه جاییشونو خودش میگه، میگه منو خواستن یک جایی، بعد بهش گفتن که ببین بچه‌هات بی پدر شدن، میخوای بی مادرم بشن؟ چه اگه دفتر آقا نمی بود نه کاری که میخواستن رو میکردن. یه نه چیه داری میگی؟ ایشون خودش برای من گفت، یعنی هد داشته باشید. توی اینجا پایش سرزمینی شما صورت میگیره، یعنی میدونن چند تا چاه آب داری، میدونن معدن مسد کجاست، همه چی تو میدونن. شخم زدن رفته، اصلا شخم زدن که تو شخم زدی خود فرستادی اون طرف، اگه نفرستی چی؟ آقا تو میری تو بلک لیست ما، هیچ کشوری حق نداره به این کار کنه. این چجوری چیدن؟ سند پنجم سند پاریسه، آب و هواییه. تو اینجا هم شما میگه چیزی جدا امضا میکنی، مثلا امضایی که رفتن کردن آمریکا با لغت زد اومد بیرون، دیدید؟ آمریکا اینا رو اجرا نکرده، اینا رفتن سریع امضا کردن. بررسی ها میگه 58 تا 60 میلیارد دلار به ما ضربه خواهد زد، چون ما باید تولیداتمون رو بیاریم پایین. یک نمونهش چی بود؟ همین تولید برق. ما با اون شیبی که قبلا دقت کن، با اون شیبی که قبلا ما داشتیم، چی میگن، نیروگاه های فسیلی، سوخت فسیلی تولید برق تولید میکردیم، دیگه نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون که دود به وجود میاره. بهترین دم دستترین، بهترین یعنی دم دستترین نوع برق، برق فسیلیه. این ماشین دیگه استارت رو میزنه برق تولید میکنه. تو برق ماشین از کجا میاد؟ از بنزینش دیگه. یه موتور ماشین بزرگ رو فرض کن بزن، شب بخوای خورشید نیست اونا، اما نیروگاه خورشیدی شب کار نمیکنه. بادی نیست باد نباشه کار نکنه. متوجه شدی؟ آبی نیست بگی پشت سد خوش شده آب نیستش، یا اگه آبو ول کنم الکی بعدن داده کشاورز در میاد، بعد آبو نگه دارم برای تابستون، اینا نیست. دست خودته. مجبور شد شیبش، تو دولت قبلی تند داشت میرفت بالا، به یک بار اینجوری شد ما پایین. نتیجه شد این خاموشی های تهران. چرا؟ چون هر ساله داره مصرف برق مردم میره بالا. من خیلی از کارها رو قبلا با دست انجام میدم، نشده برقی ماشین ظرفشویی. تو همین تهران کولر گازی به ندرت بود، الان خیلی ها دیگه دارن چیکار میکنن؟ ادارات اینا کولر گازی مصرف برقش بیشتره، مصرف برق باید تو اینا تامین. بعد تازه ما باید یه صادر کننده نفت میشدیم که میتونستیم به کشورها فشار بیاریم، کشور همسایه‌مون هیچ چیزی مثل برق اینا اثر نداره. اینجا خاموش کردی، اونجا یارو تو حموم تو کف گیر کرد. آره دیگه همینه، آنیه. این نیستش که حالا قطع میکنیم، انبار قابل ذخیره کردن هم نیست. دیدی چی شد؟ اینجا که کم آوردیم مجبور شدیم صادراتمون به عراق قطع کنیم، صادرات به عراق قطع کردیم، عراق هم ریخ به هم، اومدن به ما ایرانی ها فوش هم دادن. بعد حیدر الابادی رفت به پیش عربستان، عربستان گفت، اونم که میدونی یه رگ انگلیسی داره الحمدلله حیدر الابادی، سری عربستان گفت من خودم بهت برق میفوشم ارزون تر از ایران، قولم بهت میدم قطعش نکنم مثل ایرانیا. اونم گفت باشه. از این به بعد عراق دیگه رفت از این حیث زیر بلیت سعودی ها. فردا سعودی ها میگن این کارو میکنی یا قطع کنم. بازار لبنیات الان دست ایرانی هاست، بده دست ترکیه یا وگرنه قطعش میکنم. بعد یهویی بیاز همین سند پاریس میاد میگه شما تورید جیوتون زیاده، باید اینو از 3.6 برسونید به 7. تولید جیوه نتیجه کدوم صنعته؟
باتری سازی جز صنایع های تک ایران تو کل خاورمیانه است، ندارن کشور دیگه. انحصاری هم دست کجاست؟ وزارت دفاع. باتری زیر دریایی داره درست میکنه، باتری موشک درست میکنه، چه اینا ها علکیه؟ میگه باید اینو بیاری پایین، تو اومدی امضا کردی. سند ششم سند سلامته. تو سلامت چه داستانهایی دارن؟ تو تعریف سلامت، سلامت روانی، سلامت جنسی، سلامت جسمی، یعنی اونجا تو همون سلامت روانیش دیگه هیچ از دین نمیمونه. شما بگم تو تعریف چیه؟ یعنی این حرفا چیه؟ آقا این جلسات موجب دپرس شدن مردم میشه، جمعش کنید. آقا رنگ سیاه تو چشم مردم زیاد نباید باشه، حذفش کنید. سند بعدی سند ارتباطات، WSIS World Summit on the Information Society. ارتباطات دیگه، کل ارتباطات اونم باید بره نظر اونا تمیشه. مثلا ما 95 میلیارد تومان پول خرج کردیم که بفهمیم پهنای باند مملکتمون چقدره و ضریب نفوذ اینترنت چقدره. نه که اینترنتو گسترش بدیم، نه، فقط بفهمیم چقدره که چرا که بتونیم گزارش بدیم به سازمان ملل. اینا که جمع شد، سند هفتم که همون محور 17 WDIه، یعنی چی؟ ما بررسی کنیم، باید اینها قابل سنجش باشه، باید کمی باشه، 2, 3, 4 عدد باشه، من باید بفهمم، برات مشخص میکنه تو تا 3 سال دیگه برسی به این عدد. بعد هر سال لیستی هم میده بیرون، میگه ایران در سند نوپاورتی، در محور نوپاورتی رتبه فلان دنیاست، در مثلا سند 20 رتبه چندم دنیاست. الان ما داریم مسابقه میدیم تو خاورمیانه که تو لیست سازمان ملل جز بالاها باشیم. ترکیه اوله، ایران دومه. داداش از کویت بالاتریم، از عراق بالاتریم، از پاکستان بالاتریم. داداش چی شو؟ اخیراً این برادرای سعودی اما زدن جلوتر. محمد ابن سلمان فهمید چی شد؟ یهو شروع کرد یه سری کارو انجام دادن. اینه بچی، کل دنیا بر این مبنا باید شکل بگیر. من بهم میگم این آخرین نبرده دیگه، واقعا آخرین نبرده. یعنی شیطان قانون اساسی داره مینویسه. یعنی همجنس بازی که تو قرآن، ببین ما قسم، خدا میگه فلا اقسم به مواقع النجوم فانه قسم لو تعلمون عظیم. من قسم به زمان یا مکان آفرینش ستاره ها نمیخورم، خیلی از قسم بزرگیه. حالا یعنی افلاک اینقدر بهشون قسم خوردن مهمه، میخواد اهمیت رو بدیگه. حالا اینجا گوش کن، میگه لولاک لما خلقت الافلاک، اگه توی پیغمبر نمی بودی من افلاک رو نمی آفریدم. پس ببین پیغمبر ما چه، ممکنه پیغمبر قسم بخوره دیگه؟ اصلا دیگه ها. آیات گوش کن، یک جا تو قرآن داریم به جان پیغمبر خدا قسم میخوره. یعنی من میگم از این ما محکمتر قسم تو قرآن نداریم چه بسا. لعمرک، به جان توی پیغمبرم قسم که میخوام دنیاش نباشه. این قوم لوط بعد اوضاعشون خراب بود. یعنی این قسم برای چی میخوره؟ برای جامعه همجنس‌ساز. میگه جزی از قانون اساسی دنیا میشه. تو جرأت داری بگی بالا چشتون ابروه؟ شما فکر کردید یهویی اتفاقی این بحثا که راجع به همجنس‌گرایی و همجنس‌سازی تو کشور مطرح داره میشه؟ برخی از این سلبریتی‌ها رو انداختن پشت اینا؟ ما اصلا قدرت کار رسانه‌ای نداریم داداش. اگه یه کار رسانه خوب انجام شد مال ما نی. فکر اتفاقیه؟ میاد فرهنگ میشه. وقتی فرهنگ شد تو دیگه اون چیزو بد نمیدونی. مثلا فکر کن تو رفتی به عرب جاهلی، میگی عجب آدمایی ان. یکی از این عربای جاهلی میگه چی شده؟ میگه فلانی دخترشو زنده به گور کرد. میگه واه، فکر کنم چی میخوای بگی؟ ما هم زنده به گور میکنیم. فرهنگ میشه. این بخش اول عرضم، بخش دوم عرضم جبههی بود که این برشک گرفت در مقابل این. و فردا بقیه شد میره تو مطالب جدیدتر، خیلی جدیدتر، چون اینا رو من مجبورم اونو مقدمه بگم، هرچند نکات خاصیم تو این جلسه گفتم، به تو اونجا نگفته بودم. این طرف ما انقلاب اسلامی رسول الله داریم در مقابل ظلمت شکل میگیره، پس میزنن اهل بیتو، میرسه به قطع قطع کردن امام معصوم.
درست شد؟ بعد اهل بیت کار میکنن، اینا به وقتش توضیح خواهیم داد، کار میکنن، کار فرهنگی میکنن، کار به یه جایی میرسه که سر لباس امام حسین هم دعوا بوده، سر لباس امام رضا هم دعوا بوده، لباس امام حسین رو برای اینکه تیکه تیکه کنن، لباس امام رضا رو برای اینکه تبرک بگیرن. چی باعث شد بعد از چند دهه این اتفاق بیفته؟ کار فرهنگی که امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم کردن. و میشه کار کرد. آره. تو اوج استیلای اونها، وقتی یزید داشت عربده میکشید، قهرمان جنگ نرمه بعد از عاشورا حضرت زینبه. گفت کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. یبن الطلقا رو او میگه. نبرد آغاز میشه. من میگم این عملیات اونجا شروع شده. میاد عباسی ها میان سر کار میکشه به غیبت، در دوران غیبت فقه شیعه پیش میاد. 400 سال فقط فقهای ما حدیث جمع میکردن که کلام معصوم از بین نره. چه بسیار کتاب هایی که سوزوندن اینها، دشمنان اهل بیت. مثالی عرض کردم، طرف از خود زبان معصوم نشست چند وقت گذاشتن، معصوم میفرمودشو مینوشت، همه رو نوشت، گفت دیگه اصلا مستقیم گرفتم، بگو اون چی بوده، اومده ریختن تو خونش گرفتنش. اینا رو چال کرد تو باغچه، 7 سال بعد از زندان اومد بیرون. مرخصی و اینجا چیزا نبوده، زنگ بزنی با خانه هیچ. بعد 7 سال اومد پیش خواهرش، از راه اومد پرید تو باغچه، اومد تو گفتش که تو باغچه چال کرده بود اونا رو، داشت بود چمجی با انگوشش میکن. خواهرش گفت چیکار میکنی؟ گفت دنبال اون کتابای. گفت تو که رفتی فرداش اومدن دوباره خونه رو گشتن، من ترسیدم بگردن اینا رو پیدا کنم، پس فرداش آتیش زدم. اما تو این دوره جمع‌آوری روایت اهل بیت شد یک اصل. 400 سال ما فقط اخبارگری کردیم، چیکار؟ فقط اخبار رو جمع می‌کردیم، هیچ کاری هم نداشتیم، درست غلط عقلانی هست نیست. دوره بعد مسائل جدید که برای جامعه شیعه پیش اومد، علل خصوص در مواجهه با اهل سنت. اهل سنت یه چیزایی میگفتن که فقه شیعه قبول نداشت، ما روایت صریح داشتیم از سیره اهل بیت گرفتیم، مجبور شدیم بریم این احادیث رو یه بررسی کنیم. علما اصطلاحاً تبویب کردن، یعنی باب باب کردن، باب جهاد، باب نکاح، باب نمیدونم چی ها، گفتن آقا فعلا روایت های مربوط به هر موضوعی بریزیم یه جا. آقا اسباب کشی میکنی، میگه آقا وصل آشپزخونه آقا بذار فعلا تو آشپزخونه، بعدن درستش میکنیم. بعد اصل اصولی ما شروع شد، شروع کردیم دنبال استدلال گشتن، چرا معصوم این کارو کرده؟ خب به این دلیل. حالا که ما این دلیل رو میدونیم، میتونیم این کارو کنیم خودمون. اصولگری ما شروع شد. اما ویژه چه عصر رو داریم؟ عصر صفوی. شیعه تا اون موقع عملا هیچ حکومت تشکیل نداده، داشته جست گریخته، یه تیکه تو سبزوار بوده، یه تیکه توی شمال بوده، تو تبرستان بوده، اما این که بخواد باشه پادشاهان صفوی میونه دهان. تو چه زمانیه؟ این زمان که عثمانی ها درگیر با اروپان، راه اروپا رو به ما بستن، از اون ور ما خیالمون راحت شده. دقت کن، این طرف هم هندی ها بعدش بلند میشن میرن کجا؟ انگلیس ها میرن هند. این وسط از تپه عثمانی اصطلاحا میگن مرز شرقی اروپا تا این طرف هند خالیه، یه فرصت فراهم میشه و عصر بالندگی صفوی است. علما و فقها میان چیکار؟ کنار حکما و کنار حاکمین قرار میگیرن. اینجا برای اولین بار یه بحثای مطرح میشه، ای ما باید برای حکومت نیاز داریم. ما همین سبزواری‌ها وقتی حکومت تشکیل دادن، اون شیخ حسن جوری، اون ماجرای سریال سربداران، حکومت تشکیل شیعه بودن، نمی‌دونستن با چجوری حکومت تشکیل بدن، چجوری حکومت کنن. یه نفر فرستادن لبنان، رفت به شامات سراغ شهید اول، گفت آقا ما حکومت تشکیل نمی‌دونیم چیکار کنیم. گفت یه هفته اینجا وایسیدم کتاب برات می‌نویسم اسمش لمعه. هنوز که هنوزه تو حوزه درس میدن شرح لومه اینا کشت نیدم. فرستادش کجا؟ یک هفته برام. خب یعنی مجبور بودیم. آقا شیخ بهایی ها وجود اومدن، ملا صدراها اومدن. چرا؟ چون حکومت از اینها دیگه چیکار میکرد؟ حمایت میکرد، تو سرشون نمیزد، قتل عامشون نمیکرد که ما بگیم شهید اول و شهید ثانی و شهید ثالث، نمیکشتن، نگهشون میداشتن، احترام میذاشتن. مثلا شاه عباس خیلی احترام میذاشت به فقها. من ماجره جا داریم اینجا علامه فاضل تونی رو اینجا بگم. شاه عباس خودش اسبشو برداشت، اینو نشون رو اسب، درخواست او بود تو شهر چرخوندش،
از فردا مدرسه علمی جا سوزن انداختن نبود. مردم گفتن ببین علم چیه که شاه عباس میاد افسار مرکب تو میگیره. از این کارو کردن. و شما میبینی که حوزه ما نجوم میفهمه، ریاضیات میفهمه، همه چی. و فقها یک مربعی تو دستشونه که داره رشد میکنه. یه مربعی تو دستشون که چهار ضلعش هر کدوم دونه. و فراموش هم نکنید شما قبلش تمدن دوره طلایی تمدن اسلامی رو داشتید که چه دانشمندای اومده بیرون. ها؟ شما امام صادق یکی از شاگرداش میشه پدر علم شیمی. یعنی چی که شما امروز دانشی که جدا شده رفته تو دانشگاه موقع تو خود حوزه بوده. اینو خواهم بهت بگم. چه عصبی. فقها ببین پول دست ایناست. خمس، زکات، وقف، احسان، صدقه، همه چی. دو تعاملات اجتماعی دست ایناست. اب به دنیا آمدنه تو گوشت از اون قامه بخونن تا بخواید بمیری تلقینت کنن. اختلافاتی که بینتون میشه. ازدواج و طلاقتون. همه چی. این مزل دوم. شما همین بحث اقتصادی شما من ساده گذاشتم. بیش از 50% همین بازار تهران وقفه. 60% شهر کرمان وقفه. او تهران پاس این منطقه کاپ تقریبا میشه گفت تقریبا کل تهران پاس آدم میتونه بگه یه بخش قابل توجه از تهران پاس وقفه. از این طرف بزرگراه تا جناح و نمیدونم چی اینو وقف. مشهد چقدرش وقف امام رضا و عمده این وقف هم وقف مذهبی می آقا زمین بکار از عایداتش از عوایدش بده به هیئت فلان. آقا برای یتیما، آقا برای نمیدونم چیه چه چه چه. شما بانک مرکزی 10% نرخ ذخیره قانونی درسشه، سیاست‌های انبساطی انقباضی پیش میگیره، پول تو جامعه تزریق میکنه، کم میکنه. شما بگید 50% بازار دستت باشه. ضلع سوم علم. علم و ذکر به قول میشه دست اینها بود، دست فقها بود. شما بزرگ مهندسای نه فقط بگی اون موقع ایران، بعد بگی بزرگ مهندسای کجا؟ کل دنیا. یک کسی به اسم شیخ بهایی هنوز که هنوز درگیر اون حموم چجوری باهاش همکار میکرده، اون منار جنبون چجوری میجنبه و نمیریزه. مناظره شیخ بهایی با مهندسای زمان خودش هست. حرم امام رضا رفت ساخت 400 سال آخ نگفته اونجا. درست شد؟ یعنی معماری، مهندسی، شیمی، چی همه اینا تو حوزه میاد. ذکر نمیشه ایام الله، ایام الله هم دست فقیه بود. محرم میشد، سفر دو ماه بعد میرفتش فقها. میدونی چی میشه؟ آقا محرم زون یه ماه دوباره بریمت. آقا فاطمیه. آقا تولد اماما. و ذل چهارم امنیت و دفاعی دست اینها بود. چطور؟ فتوای جهاد. اگر اون پادشاه میخواست سربازش خوب بجنگن باید فتوای. الان شما دیگه عراق فرمانده نیروهای مسلحشون فرمانده کل قواشون نخست وزیرشونه. مثل ما نیست که دست فقیهمون باشه. اومد چی گفت؟ گفتش که جلو داعش بایستید. همه گفتن بای بای اینا خطرناک، همه فرار کردن. آیت الله سیستانی فرمود واجبه. ریخت هشت و شعبی درست شده و داعش رو جمع کرد. می‌بینی این کاری که کار از دست نیروی نظامی در مورد فقیه. با آمدن عصر قاجار و نفوذ لژهای فراماسونری در ایران دقت کن، اون طرف عثمانی ضعیف شد، این طرف هند کامل افتاد دست انگلیس، روسیه تزاری از بالا قدرت گرفت، ما رو هضم کردن. یعنی از چند جهت به این منطقه فشار آوردن، دونه دونه گرفته شد. اقتصاد رفت و بانک درست شد یا نه؟ ربا به وجود اومد و چه و چه و رب بانک شاهنشاهی و شاهی و چین و تعاملات اجتماعی گرفته شد، بلدیه، عدلیه، اینجور چیزا درست شد. علم گرفته شد رفت و مدارس. ها؟ گفتن بحث خدا پیغمبر جدا برید یاد بگیرید، چیزه که به دردمون میخوره این طرف ببین؟ یعنی اون انگاه به دردمون نمیخور. این تفکیک حالا صدی بیا بگو حوزه و دانشگاه مثلا انگاه یه چیزی به زور میخواه بچسبونی به هم. مثلا یه فضا به وجود به دنیا اومده بزرگ شده، اینجا یه فضای دیگه. اومدم وزارت جنگ ساختم، همه چیزا رفت اون طرف. شما که ما اول انقلابم خوب دقت کن فرمانده کل قوا کی بود؟ رئیس جمهور بود. بنی صدر خرابکاری کرد،
اومدیم قانون اساسی اصلاحش کردیم، دادیم دست رهبری، دست فقیه دادیم. این تا اینجای ماجرا، یعنی عملا هر چی که فقیه داشت ازش گرفتم، فقط منشی دستش بگید. ذکر این محرم، این ماه رمضون. و میخوام به شما بگم اون کیشه که ورق و برگردون همینجا بود، محرمه بود برگردون. شما انقلاب اسلامی خود ما کی شروع میشه؟ محرم 1342 مردم امام حسینیان انقلاب میکن. آخرین میخ بر تابوت پهلوی ها کی میخوره؟ 57 محرم 1357. یعنی آخرین محرم قبل از بهمن. لبنان، چه لبنانی یاد میگیرن دفاع کنن؟ اولین بار با اسرائیل درگیر جدی میشن عاشورا. تا قبلش اصلا با اسرائیل کار نشون می اومدن میرفتن جنوب لبنان دستونا بود. روز عاشورا اینا اصلا یه حس دیگه ای داشتن. گویا همه اینا زیر سر امام حسین. هر قیامی در طول تاریخ اسلام شکل گرفته یه ربطی به ابا عبدالله داشته. خیلی عجب. اصلا نمیشه خدای چراغ روشن نگه داشت. این انقلاب دوم، انقلاب اسلامی اول زمان چی شد؟ پیامبر. انقلاب اسلامی دوم زمان صفویه، بعد قاجار و پهلوی که اومد دیگه اصلا تموم شد. وقوفات و اینا همه نابود شد رفت بابا. اصلاحات ارضی میدن تیکه تیکه کردن زمین ها دادن دست مردم، حلال و حرام همه چکاتی شد رفت. به یک بار چه اتفاقی میفته؟ انقلاب اسلامی سوم شکل میگیره. این انقلاب اسلامی شروعش منتها از قبل تر از 1270 حوزه حمله میکنه دوباره بخشی از جامعه رو پس بگیره. مرحوم میرزای شیرازی توتون و تنباکو یک ضربه اقتصادی زد بهشون، چون ناصرالدین شاه برای سفرش پول لازم داشت. این اومد کامل داد دست اونا و 70-80 سال طول میکشه دیگه تا 1357. این میشه دوره انقلاب اسلامی. دقت کن عرضم تموم شد. بعد 57 دوره نظام اسلامی شروع میشه تا 67 10 سال نظام اسلامی، که این انقلاب اسلامی سوم چیکار میکنه؟ تست بده زیر فشارا، تست بس بده ببینیم جواب میده یا نه. دیدم نه جواب میده، میتونه خودش دفاع کنه. کل دنیا افتادن سرش، نه میتونه دفاع. چجوری تونست دفاع کنه؟ امام حسینی. غیر اینه خدا، اگه جز اینه ما بدونیم، امام حسینی. الان تو مرحله چیم؟ دولت اسلامی باید ساختارها بر مبنای اسلام باشه. تا الان تقریبا ساختار درست حسابی نداریم ما. هر چی که کارآمد بوده دقیقا اون بخش اسلامیش بوده. نگاه کن، بسیج سازندگی درست کردی به دردت خورد، نهضت سوادآموزی درست کردی به دردت خورد، سپاه درست کردی به دردت خورد، جهاد که درست کردی به دردت خورد. سری اومدن با وزارت کشاورزی ادغامش کردن، فاتحشو خوندن. و ایران جهاد اول انقلاب کو، جهاد زمان جنگ کو، الان جهاد کشاورزی اونه. سری میدونن چی کارش باید بکنن، بلدن، آدم دارن. چقدر رهبر انقلاب مخالف بود با این ماجرا. الان اگر شما منطقه رو جمعش کردی به واسطه نهادهای انقلابیته. اون جایی که از قبل انقلاب داری همین بوده، با مثلا بانک اسمش عوض شده، رئیسش مثلا ستیق بوده رفته یه ریشه اومده، ماجرا حل میشه. ما گرفتی دانشگاه، دانشگاه همون منابع درسی در آموزش داده میشه. آقا به استاد عوضش تحریش میذاره، الحمدلله انقلاب فرهنگی شکل گرفت. اون مچلمون کردی همون قواعد اینا رو باید درست کنیم. الان تو اون عصریم که من راجع به این صحبت خواهم کرد خدمت شما. چی ما رو نجات داده؟ امام حسین. یه مثال بزنم، بارها عرض کردم من به این شهید احساس دین دارم. این شهید 12 ساله اردبیلی، شاید حسین فهمید چون امام فرمود و رهبر من و شماست، رسانه‌ای شدم. و این هم عجیبه، مرحمت بالازاده. علاوه اینکه 12 ساله بود، ریزه میزن بود، باز مثلا جز 12 سالهای درشت نبود، یعنی این امام میگم پنجم ابتداییه. یه عکسی ازش هست اندازه خود همه اسلحهشه، کنارش خورده از اسلحه بزرگتره. هی میرفت جبهه برش میزن پرتش میگم دوباره میرفت، میرفت قایم میشد، بار قایم میشد. اینا دید فایده نه. سوار اتوبوس اردبیل تهران شد، اومد تهران. زمان جنگ کی رئیس جمهوره؟
احسن. میاد جلو در نهاد ریاست جمهوری، انقدر میشینه گریه زاری را میندازه، این محافظا آسی میشن. الان فکر نکنی شما بیرون جا گریه بکنی راد میدن، نه انجا با لغت پرتت میکنن بیرون. خب ببینو چی کار کرده بوده، متوجه شد چی کار؟ آقا خبر میرسن با آقا که بابا یه نفر اومده دیوونمون کرد. بذار شما داری میری بیرون ببینی چی میگه. میگه باش. میگن اینه، یه گم کنی یه جو بچه ای لباس رزمندگم تنش کرده، این شلوار چین داره، فانوسخرم به زور بسته و ماده باشته. یه چی میخواد؟ میگه من نمیذارم من برم جبهه. میگه خب بابا شما سن و سالی نه، چند سال داره؟ 12 سال. سن و سالی نداری، شما درس بخونین، واجب کفاییه، حالا ما لازم داریم، بزرگتر شدی چه اینا. میگه ایبی نداره، شما میگی من نمیرم، منتها یه دستخط به من بده من نرم. من دستخط بدم بیخیال میشی؟ شو میفهمی؟ بله. یا خب بس بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب این جانب، سید علی حسینی خامنه ای. میگه بنویس امضا کن آقا جان، که عبدالله ابن حسن که برای ما روزه خوندن بچه 12 ساله رفت ساعد دستشو گرفت بالا سر امام زمانش، اینا نبود، اینا علکیه. امضا کنید من بعد میگم میرم خونه میشینم، چیزی گردن من نیست. حالا میگه 19 ساله، زیر 19 ساله نباید بره، دقت کن. آقا نوش مانع رفتن ایشان نشد، رفت دوتا اسیر عراقی گرفت. حالا فهمیدی چیه؟ این علمی درست کرد خدا، یه کشتی درست کرد تو این دریای مواج، یه پناهگاه درست کرد، گفت این حجمه ها زیاد شد روتون، ففر رو الال حسین. خدمت معصوم رسید گفت آقا گناه ها داره بهم فشار میاره، گفت دیوونم کرده دیگه، نمیتونم تو این جامعه زندگی کنم. حضرت فرمود فرار کن به سمت جدمون امام حسین، ففر رو الال حسین، فرار کنید به سمت جدمون ابا عبدالله، اون مأمن ما هاست. حالا میبینی تو این از همه مار جمع کرد، دعوا دلار بالا رفته، اون پایین اومد، اون یکی اینجوری شده، ترامپ چی چی گفت، تموم. نگاه کن همه رو یه رنگ کرد، همه رو مشکی پوش کرد، جمع کرد، گفت بشینید آقا یه بار دیگه انسانیت رو مرور کنیم، یه بار دیگه سند هویت و آزادیت رو مرور کن. سرسپرده نشی یا ببین دارن بدبختا کلمه کلمه شهادت حذف میکنن. یه دم و دستگاهی درست کرده، 2 ماه صبح و شب مملکت شهادت، اینو میخوای چی کار کنی؟ اینو میخوای جمع کنی؟ به رضا خان گفته بودن جمع کن دیگه، به اون آتاتورک گفتن تو ترکیه جمع کرد، به رضا خان هم گفته بودن تونست جمع بکنه؟ این شمشیر نشکستنی خداست، مگه میتونید جمعش کنید؟ مال این حرفا نیستید. هنوز نگاه کن، هنوز امنیت ما رو، مرزای ما رو کی حفظ میکنه؟ اون کسی که برای حرم میره، اون کسی که بعد از 1400 سال میگه خاک بر سر ما که نبودیم، به خودش فوش میده، خاک بر سر ما که فاصله انداخت بین ما و شما، ما میبودیم و اینا خانواده شما رو به اسارت میبردن. من الان جون میدم دست نجس کسی به آجر حرم زینب کبرا سلام الله علیها نرسه. ما میبودیم اجازه میدادیم شما رو به اسارت بگیرم؟ کین الان بلند کرده حسین. حالا شما جا دشمن بخوای بزنی کجا رو میزنی حسین؟ حالا انشالله تو شبهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد، استفاده کنیم. من خودم همیشه تا جایی که تونستم رو مجلس روزه محسن نشستم، به اندازه یه نفر این مجلس رو، علج این جماعت، مشکی ابا عبدالله رو بالا نگه دارید، نه از لج اونا، ما بچه نیستیم بخواه لج و لج بزن کن، برای اینکه اونا بفهمونیم. اون صهیونیستا که شما امام حسین که نمیتونه در بیفتی، در حد یه نفر میگه که مجلس گریه امام حسین رو پررنگ کن، میگه گریت نمیاد ادا گریه در بیار. ما هیچ جا اجازه این کارو نداریم تو دینمون، هیچ جا بمون اجازه نمیده ادا یه چیزی رو در بیاریم، میگه اینجا اداشو در بیار. بس که لازمه، بس که انسان سازه،
ببین امام حسین چه کرده با اینا و این نبرد ادامه داره. و بهت بگم داره امام حسین کارهای جدید میکنه. اربعین میخوان شهادت بپوشونن، 30 میلیون رو جمع میکنه میفرسته اونجا. آره هرچی اونا دارن تیزتر میشه این ورم داره تیز، انگار که خبر آمد خبری در راه هست، اتفاقایی داره میفته ها، هر سال با شکوه تر عظیم تر. کلی جنگ و دعوا درست کردن بین عراقی ها و ایرانی ها، درسته یا نه؟ بریزی سعودی ها رفتن اونجا کنسولگری ما آتیش دادن، چه نتیجهش الان محرم رسید تمام. یعنی اربعین چی میشه؟ تازه این کارو که کردن من از الان پیشنهاد میدم شعار امسال اربعین شعار وحدت آمیز بین مردم ایران و عراق انشالله قرار بدیم تا کور بشن. اصلا یه سیلی درست میکنه نه همه رو میبره. این سرچ ترندز گوگل رو بررسی میکردیم، سرچ کلمات مستهجن در ایام محرم میشکنه میاد پایین. هر کار میخوای بکنی میاد یه آبی میشوره میبره، بعد میگه بیاید همه رو هم را میده. بچه پا میشه میاد حسینیه تو محرم، خدا شاده محرم از اون مسجد نمیره، درسته یا نه؟ برای همه هم هست، به من و تو هم ربطی نه. هر کسی با هر سلیقه و هر قیافه و هر ریخت و هر تیپی و هر فکری مهمون ابو عبدالله است، قدمش سر چشم. این حرف ماست. تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.